درود به همه دوستان عزیز، من سارا هستم و اینجا کانال رسپینا تیویست. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و ویدیو هامون رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین. من شخصاً جواب تک تک کامنت های شما عزیزان را خواهم داد و همینطور میتونین ما رو در تمام شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام به آیدی رسپینا تیوی دنبال کنید. در این ویدیو با خلاصه داستان قسمت اول سریال ترکیه آقای اشتباه در خدمتتونیم. دختر خانمی به نام ازگی ناراحت و دلگیر توی خونه‌ای که روز قبل در آن تولد برگزار کرده بود نشسته و همانطور که به نامرتبی و به هم ریختگی خونه نگاه می‌کنه با خودش میگه روز قبل من چقدر حالم خوب بود و خوشحال بودم، اما حالا همه چی به خاطر اون دوست پسر عوضی و کثافتم به هم ریخته. روز قبل اون در حالی که بسیار خوشحال بود با ذوق و شوق مشغول تزیین کردن خونه برای تولد گرفتن واسه دوست پسرش سونر بود و تصمیم داشت که اون رو سورپرایز کنه. به همین دلیل هم به اون گفته بود که به بورسا میره تا سونر به چیزی شک نکنه. حتی اون برای تولد دوست پسرش همه دوستاشو دعوت کرده و از همه اونها خواست تا گوشه ای قایم بشن و وقتی سونر به خونه رسید یهویی اونو سورپرایز کنن. اما برخلاف تصور ازگی وقتی سونر به خونه میرسه همگی اون رو به همراه دختر دیگه ای میبینن و از دیدن این صحنه شوکه میشن. بعد از گذشت 3 ماه از اون اتفاق و تولد ازگی هنوز هم در مورد اون اتفاق برای دوستاش صحبت میکنه و در حالی که همه رو کلافه کرده دنیز به اون میگه باور نمیکنم که 3 ماه این حرفا رو داری تکرار میکنی و بهش میگه تو باید توی انتخابت دقت کنی. با این حرف ازگی توی ذهنش یاد دوست پسرای قبلی خودش میفته که به نوعی به اون ضربه زدن. یاد دوست پسر اولش میفته که وقتی به خونه اون رفته بود تا اونو سورپرایز کنه و براش سوپ درست کنه با دختر دیگه ای روبرو شده بود. همچنین ازگی با حرف دنیز به یاد دوست پسر دومش میفته که ماشین دزدی رو به ازگی هدیه داده بود و موجب دردسرهایی برای اون شده بود. دوست دیگر ازگی جانسو راجب دوست پسر دیگه اون سینان باهاش صحبت میکنه و یادش میندازه که با گرفتن وام و نپرداختن قسطاش باعث بالا آوردن بدهی های زیادی برای ازگی شده بود. ازگی که از یادآوری دوست پسراش عصبی شده از دوستاش میخواد که دیگه ادامه ندن و قول میده که دیگه وارد هیچ رابطه ای نشه. اما دوستاش بهش میگن نگفتیم وارد رابطه نشو، اما دیگه با مرده اشتباه وارد نشو. سمت دیگر داستان پسری جذاب به نام ازگور در حالی که سوار بر ماشین مدل بالایی است به کافه باری میره و توجه دختره زیادی رو به خودش جلب میکنه و توی پارتی به عنوان دیجی مشغول میشه و در همون حال توجه دختری به اون جلب میشه و مستقیما به خونه رفته و تمام شب و تا صبح رو کنار هم میگذرونن. صبح روز بعد در حالی که ازگور بیدار شده از دختر که اسمش شیما بود به طور غیر مستقیم تقاضا میکنه که خونه رو ترک کنه و از اونجا بره. از طرف دیگه ازگی چون با ماشین خود در حال رانندگی بود که یهو حواسش پرت میشه و با ماشین جلویی تصادف میکنه. اما اون با خودش میگه ماشینم که نابود شد، سر کارم هم دیر شد، ولی من استرسی ندارم، هوا خوبه، زندگی خوبه. و در حالی که مشغول صحبت کردم با خودشه همون لحظه باریدن بارون شروع میشه و ازگی که حالا عصبیه سعی میکنه تاکسی بگیره و بقیه مسیر رو با تاکسی بره. پس به سمت تاکسی میره که همزمان با اون ازگور هم همون تاکسی رو میبینه. هر دو سر اینکه کی اول سوار بشه کمی بحث میکنن و بالاخره سوار میشن. ازگور و ازگی به ناچار و کاملا یهویی با هم هم مسیر میشن. توی تاکسی رادیوی ماشین از عشق میگه و ازگور و راننده در رابطه با اینکه زنها از مردها سوء استفاده میکنن حرف میزنن. ازگی که از شنیدن این حرف عصبی میشه اعتراض میکنه و ازگور از اون میپرسه که متأهل یا مجرد و وقتی ازگی بهش جواب میده که مجرده ازگور به اون میگه تعجبی نکردم از مجرد بودنت و همچنین میگه حدس میزنم تازه با دوست پسرت به هم زدی چون باهات ازدواج نکرده یا حتی بهت خیانت کرده و به ازگی پیشنهاد میده برای پر کردن تنهاییش یه گربه برای خودش بگیره. ازگی با سردی جواب اون رو میده و میگه لازم نیست و از تاکسی پیاده میشه و به محله کارش میره. توی محله کارش رقیب کاری خودش رو میبینه که ترفی گرفته و ازگی از دیدن این صحنه اعتراض میکنه و به رئیسش میگه من 7 سال اینجا کار میکنم
از تصمیمی که گرفته منصرف بشه. در غیر این صورت مجبور میشه کارش رو ترک کنه. رئیسش هم با شنیدن این حرف اون رو از کارش اخراج میکنه. ازگی در حالی که به سمت خونه راه میفته توی مسیر سونر بهش زنگ میزنه و ازگی خوشحال از اینکه سونر هنوز پیگیر اونه جوابش رو نمیده و کمی بعد بهش زنگ میزنه. سونر به اون میگه خونه این که توش زندگی میکنن از لحاظ قانونی به اسم منه و هرچه زودتر اونجا رو تخلیه کن. ازگی که عصبی شده اونو نفرین میکنه و در حالی که داره از خیابون رد میشه ماشینی بهش میزنه. از طرف دیگر از گور به رستورانی که محل کارشه و اونجا هم با اون دوستن میره و ازگور به دوست صمیمیش که آشپز اونجاست میگه خبرنگاری برای عکاسی و گزارش به اونجا میاد. توی بیمارستان وقتی ازگی چشماشو باز میکنه دکتری که یه پسر جوونه بالای سرشه و بهش میگه که تصادف کرده و ازگی میگه یادمه که یه گاو بهم زد و دکتر که همون راننده ماشین بود به اون میگه شما یهو پرید جلوی ماشین. ازگی با شنیدن این حرف خجالت زده میشه. کمی بعد دنیز و جانسو از راه میرسن و دنیز که وکیل از دکتر درخواست میکنه که به پلیس اطلاع بدن. اما جانسو با اون مخالفت میکنه و میگه نیازی به خبر کردن پلیس نیست. دکتر سردار یکی از بهترین های بیمارستانه و چندین سال با من همکاره. ازگی هم شکایتی نداره. در رستوران یشیم که برای مصاحبه اومده بود مقابل ازگور میشینه و ازش میپرسه که چطور شد به این کار روی آوردی؟ اون میگه کارهای شبانه رو دوست دارم و با خودش گفته حالا که شبا رو خونه نمیره تبدیلش کنه به یک کار. یشیم از زندگی شخصی ازگور میپرسه و اون میگه دوست دختر نداره و ازدواجم براش قابل احترامه اما فعلا خیلی ازش دوره. در بیمارستان جانسو سعی داره نظر ازگی رو به دکتر سردار جلب کنه اما ازگی میگه زیاد از اون خوشش نیومده و به دوستش میگه که از کارش هم اخراج شده و سونر هم خونه رو ازش گرفته. دنیز و جانسو هر دو به اون کمک میکنن. دنیز به اون میگه که براش کار پیدا میکنه و جانسو هم ازش میخواد که با اون زندگی کنه. ازگی به باری که صاحب ازگور هست میره و در اونجا منتظر دوستاش میمونه. اما دنیز مجبور میشه برای رقابت با همکارش که میخواست از رئیسش ترفیع بگیره توی محل کارش بمونه و به ازگی میگه که نمیتونه بیاد. از طرفی جانسو هم همون لحظه که میخواد از خونه بیرون بیاد دوست پسرش لوند داخل میشه و میگه حالا که ازگی میاد با تو زندگی کنه دیگه نمیتونم زیاد باهات باشم. جانسو میگه بیرونم به خاطر اینکه تو نمیخوای کسی ما رو ببینه نمیتونیم بریم. الان یه سال از رابطمون میگذره. کاش به دخترت میگفتی. لوند میگه به زودی میگم. بعد هم از جانسو میخواد سر قرارش نره. ازگی که تنها مونده اونجا سونر دوست پسر قبلیشو میبینه که از دوست دخترش خواستگاری میکنه و به شدت عصبی میشه و با صدای بلند در حالی که به میز سونر چشم دوخته اونا رو نفرین میکنه. یهو چشمش به ازگور میفته و ازش میپرسه اونجا چی کار میکنه. ازگی که خیلی عصبی بود بهش میگه رو اعصابم نرو. ازگور که اون شب به خاطر نبودن دوستش به عنوان بارمن مشغول کار در اونجاست فقط ازگی رو تماشا میکنه و ازگی ازش میخواد مشروب بیشتری براش بریزه. ازگی که کمی مست شده بود با ازگور هم صحبت میشه و بهش میگه 3 سال با من بود و حرفی از ازدواج نزد اما حالا ببین چطوری از این دختره که 3 ماه با هم خواستگاری کرد. ازگی تا آخر شب رو توی بار میمونه و مست میکنه. ازگور که کلافه شده از اون میخواد که اونجا رو ترک کنه اما ازگی به حالت مستی اونجا خوابش میبره و ازگور مجبور میشه اون رو به خونه خودش ببره و ازگی رو روی تخت میذاره. ازگی بیدار میشه و گریه میکنه و میگه من فقط میخواستم منو دوست داشته باشه و به ازگور میگه من خیلی زشتم و ازگور میگه نه. ازگی هم بیشتر گریه میکنه. ازگور بهش میگه تیپ من نیستی اما زن زیبایی هستی و کاملا طبیعی هستی. درون و بیرونت یکیه. این تو صورتت مشخصه. ازگی به اون لبخند میزنه و اون رو میبوسه. ازگور که جا خورده و متعجب مونده چیزی نمیگه و ازگی اونجا خوابش میبره. صبح ازگور بعد از بیدار شدنش به حمام میره و ازگی رو بیدار نمیکنه. ازگی وقتی چشماشو باز میکنه و از اینکه نکنه دیشب ازگور با اون کاری کرده عصبی میشه و میخواد که حساب ازگور رو برسه اما یادش میاد که دیشب اون ازگور رو بوسیده. پس با خجالت اونجا رو ترک میکنه و ازگور هم که متوجه رفتنش میشه میگه لاغل از روی ادب هم یه تشکر نکرد و رفت. جانسو به دیدن ازگی میره و از ازگی قضیه خواستگاری سونر رو براش تعریف میکنه.
از طرفی جانسو بزگی میگه لوند و دکتر سردار توی کلاب با هم آشنا شدن و آخر هفته توی کلاب دعوتیم. ازگی حوصله رفتن نداره و مخالفت میکنه، اما جانسو اونو مجبور میکنه که بیاد. بعد هم ازگی خونه رو برای سونر تخلیه میکنه و با اسپری روی دیوار مینویسه کثافت، تا دلش کمی از کارهای سونر که با اون کرده آروم بگیره. یشین به خونه ازگور رفته که به بهونه نشون دادن عکسا با اون باشه و ازگور که از اون خوشش میاد به اون نه نمیگه. صبح که میشه ازگور به حمام میره که یهو شیما زنگ خونه رو میزنه و یشین در رو باز میکنه. شیما که با دیدن یشین تعجب کرده و حسابی جا خورده، یشین رو از اونجا بیرون میکنه. ازگور که بحث کردن شیما و یشیم رو میبینه گوشه‌ای پنهان میشه و از بالکن خونش به خونه همسایه بغلی که همون جانسو هست میره. همون لحظه ازگی که از حموم اومده با دیدن ازگور میترسه و حالش زمین میفته و هر دو از دیدن هم تعجب میکنن. ازگور برای ازگی همه ماجرا رو تعریف میکنه و میگه که اون دوتا دختر سر اون دعواشون شده و اون مجبوره که کمی اونجا بمونه تا جو آروم بشه. ازگی هم قبول میکنه و به شیما میگه ازگور اونجا بود اما فرار کرد. من مانع اون شدم چون وقتش رسیده یکی حدش رو بهش نشون بده. اون تا چند روز بر نمیگرده حتی، چون همه فهمیدن چطور آدمیه. میخواد نقل مکان کنه و به نظرم بهتره تو هم فراموشش کنی. ازگور که حرفای اونو میشنوه چیزی نمیگه. ازگی شیما رو بیرون میفرسته و ازگور هم با نگاهی سرزنش‌آمیز از اونجا میره. از طرفی یشیم که از این رفتاری که با اون شده عصبی و ناراحته قصد تلافی میکنه و به خودش میگه نشونت میدم آقای فوق‌العاده. ازگی به بالکن رفته و در اونجا ازگی رو میبینه که توی بالکن هست. ازگور به ازگی میگه عجیب نیست که دائما با هم برخورد میکنیم؟ و ازگی هم حرفش رو تایید میکنه و با هم دست میدن و هر کدوم خودشون رو معرفی میکنن و چند ثانیه به چشمای همدیگه خیره میمونن. کمی بعد جانسو و دنیز به خونه میان و با دیدن چهره خوشحال و شاد ازگی میفهمن که ازگی با همسایه‌اش که همون ازگور هست آشنا شده و جانسو بهش میگه که اون آدم دختربازیه و نباید بهش نزدیک بشه. ازگی ساکت میمونه و چیزی نمیگه. از طرف دیگه مجله‌ای که یشیم گزارشش رو توی اون نوشته چاپ شده و همه خوندن و نگاه‌های عجیب و غریبی به ازگور میکنن. ازگور با دیدن تیتر مجله که به جای نوشتن آقای فوق‌العاده نوشته آقای اشتباه جا می‌خورد و با خوندن حرفای یشیم که پر از نیش و کنایه است عصبی می‌شود. از طرف مادر ازگور که به اون گفته بود دوست داره ازگور ازدواج کنه و نوه خودش رو ببینه، با خوندن اون مطالب با گریه به خودش میگه دیگه امیدی ندارم ازدواجش رو ببینم و رو به خواهر برو خواهر ازگور می‌کنه و میگه من باید کار درست رو انجام بدم. به همه خبر بده و بگو مادرم دنبال یه دختر مناسب برای برادرم میگرده تا براش زن بگیره. ابراهام بعد از رفتن مادرش به ازگور زنگ میزنه و حرفای مادرشو و تصمیمی که گرفته رو به اون میده. از طرف مادر ازگی هم به اون زنگ میزنه و میگه از این که میخواد با دکتر آشنا بشه خوشحاله. کمی بعد ازگی به بالکن میره و کتابی که میتونه توی انتخاب درست مرد زندگیش بهش کمک کنه رو میخونه. ازگور که ازگی رو در حال خوندن اون کتاب میبینه خندش میگیره و از اون میپرسه به نظرت مرد درست زندگیت باید چطوری باشه؟ ازگی بهش جواب میده باید مطیع باشه، وفادار و قابل احترام و خودخواه نباشه. ازگور تگش تسلا رو میاره و میگه پسری که تو میخوای ایناهاش، مردی که تو میخوای اصلا وجود نداره. ازگی میگه از اونجایی که همه این ویژگی ها رو من دارم پس مرد مناسب خودم هم پیدا میشه. مثلا همون آقای دکتری که آخر هفته قراره ببینمش. ازگور بهش میگه چیزی به نام مرد یا زن اشتباه وجود ندارد. زن و مرد همدیگر رو تکمیل میکنن. برای رفتار هم اثری ندارن. ازگی از اون میپرسه این دشمنی تو با زنها از کجاست؟ مامانت باهات بد بوده وقتی بچه بودی؟ ازگور هم خودشو به ناراحتی میزنه و به حالت ناراحتی ساختگی فرو میره که ازگی میگه ببخشید فقط شوخی کردم. ازگور هم به اون میگه که مشکل اینجاست که تو زود باروری، چون به جای فکر کردن با عقلت با قلبت تصمیم میگیری. کسی که اول عشق رو نشون بده محکوم به شکست توی رابطه است. همیشه اول تو زنگ میزدی نه؟ کسی که اول گفت دوستت دارم تو بودی. کسی که همیشه سورپرایز میکرد تو بودی. ازگی با عصبانیت میگه آره. ازگور هم بهش میگه منم همینه حرفم. اگه اینجوری پیش بره اونام جوری رفتار میکنن که انگار بی اهمیتی براشون و تنها میمونی. ازگی که عصبانی شده با حالت خشم میگه تو که این همه میدونی چرا خودت تنهایی؟ ازگور جواب میده تنهایی من انتخاب منه.
ازگی میگه از کسی مثل تو که عشق رو هم توی هورموناش میبینه نصیحت قبول نمیکنم. ازگی خودش رو آماده میکنه و به خودش حسابی میرسه تا به کلاب بره. توی راه ازگرون رو میبینه و از اینکه اون شب بسیار زیبا شده کمی مات و مبهوت میمونه. ازگی با جانسو به کلاب میره و بعد از رسیدن دکتر سردار کمی با هم صحبت میکنن و به درخواست جانسو و دنیز وقتی راجع به خودش حرف میزنه کمی اغراق به خرج میده تا بیشتر به دل دکتر سردار بشینه. بعد هم به دکتر پیشنهاد میده که آخر هفته یا حتی وسط هفته میتونن همدیگر رو ببینن. سردار با شنیدن این حرف جا میخوره و با تعجب از او کمی فاصله میگیره و ازگی متوجه میشه که زیاده روی به خرج داده. از طرفی ازگر هم دنبال یه دختر مناسب به عنوان دوست دخترش میگرده که پیش مادرش نقش بازی کنه. اما کسی رو پیدا نمی کنه و وقتی مادرش زنگ می زنه به دروغ به اون میگه که با دختری آشنا شده و با اون به عروسی ابرو میاد. مادرش هم با شنیدن این حرف خوشحال میشه. ازگی که از خودش عصبانیه وقتی شب به خونه میاد برای یادگیری قوانین رابطه که ازگر بهش گفته بود به خونه اون میره و همه چیز در رابطه با اون شب رو بهش میگه. و ازگر به اون میگه من وقتی دیدمه تو اونقدر خوشگل کرده بودی که هیچ مردی نمیتونست بهت نبگه، اما زیاد روی کردی تو حرف زدن و انگاری که به طرف زیادی فشار آوردی. ازگی از اون میخواد بهش قوانین رو یاد بده و ازگر به اون میگه که در مقابل گفتن این قوانین ازگی قبول کنه به عنوان دوست دختر دروغی اونو معرفی کنه و ازگی با شنیدن این حرف به اون خیره میمونه. پایان قسمت اول سریال ترکیه آقای اشتباه. من سارا هستم و اینجا کانال رسپینا تیوی است. برای باخبر شدن از ویدیوهای بعدی ما لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین، ویدیوهامون رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین. همینطور شما عزیزان میتونین ما رو در تمام شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام به آیدی رسپینا تیوی دنبال کنین.